بحث یازدهم از ایزان درباره عدم جواز امر با علم به انتفاع شرط مسئله جواز یا عدم جواز امر در صورت علم آمر به انتفاع شرط یکی از مسائل مختلف فیها بین فریقین است اصحاب ما و جمعی از معتزله عقیدهشون این هست که در صورت علم آمر بر فقدان شرط یک تکلیف توجیه اون تکلیف بر مکلف غیر مستحسن است ولی متکلمینی از اشاعره و جمعی از اهل خلاف اون رو جایز شمردن و حتی بعضی از متأخرین اونها از این حد هم تجاوز کردند و گفتند اگر معمور هم عالم به انتفاع شرط باشد باز الزام او به اتیان اون جایز است چیز بسیار عجیبی است توضیح این مطلب از اینان منوط به بیان مطالبی است که خدمت شما عزیزان ارز می کنم اولا اگر آمر و معمور هر دو عالم به عواقب امور باشند یعنی هر دو بدانند که شرایط اون تکلیف به طور قطع به وجود آمده است و تا پایان کار هم ادامه خواهد یافت و یا اینکه اصلا وجود پیدا نکرده است و یا در اسنا کار زائل خواهد شد در این صورت احکام شرطیه جنبه تعلیقی خودشون را از دست میدن و در تحلیل عقلی به دو حکم مطلق ثبوتی و سلبی تبدیل میشن ثبوتی نسبت به واجد شرط و سلبی نسبت به فاقد شرط مثلا در مورد حج که وجوب اون مشروط بر حصول استطاعت است اگر مکلف بر حصول استطاعت و بقا و استمرار اون تا آخرین لحظه زمان اتمام حج قاطع باشه در این صورت دیگه حکم حج نسبت به او حکم مشروط نخواهد بود بلکه به مسابه حکم مطلق و لا به شرطی بر ذمه او تعلق خواهد گرفت و همچنین اگر بر عدم حصول استطاعت قاطع شده باشه و یا به طریقی یقین حاصل بکنه که در اسناع عمل استطاعت حاصله از او سلب خواهد شد در این صورت حکم وجوب حج از ذمه او مطلقاً منتفی می شود نتیجه ای که از این تحلیل گرفته می شه عزیزان اینه که برای تحقق عنوان اشتراط لازمه که آمر یا مأمور یا هر دوی اونها بر واقعیات امور و عواقب اونها جاهل باشند و الا در صورت وقوف اونها بر وجود استمرار شرط یا فقدان و زوال اون دیگه تحقق عنوان تعلیق و اشتراط غیر معقول خواهد بود نکته دوم عزیزان این که مراد از شرط که در این مبحث از اون گفتگو شده است شرط وجوبه اما از این که شرطیت اون بر حسب جعل شارع باشد مثل استطاعت نسبت به حج یا عدم طرف و حیر و سفر نسبت به صلات و سوم یا اینکه به حکم عقل باشد مثل رشد و بلوغ و قدرت نسبت به عمومات شامله بر قاطبه مکلفین. اما شرایط وجودیه مثل وضوع و تهارت نسبت به سلات که وقوع فریزه منوط به حصول آنهاست از حریم نزاع ما خارجن و به همین جهت بر آمر جایز است که مکلف رو بر اتیان اصل فریزه ملزم بکنه ولو اینکه بداند که او فاقد اون شرایط است و یا با ترک عمدی اونها زمینه امتناع حصول اصل فریزه رو فراهم خواهد کرد چرا؟ چون بنابر کلام معروف الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار این امکان برای مکلف وجود داره که با ترک عمدی در واقع اون شرایط وجودی امتناع حصول اصل فریزه رو فراهم بکن اما نکته سوم عزیزان این که نزا در این مبحث منحصر به مواردیه که آمر با وجود علم و اطلاع بر فقدان شرط یک تکلیف مکلف رو بر انجام اون تکلیف معمور می کند و الا در مورد جهل او بر فقدان شرط و یا عدم التفاتش به وجود یا عدم اون اختلافی بین فریقین نیست و بلکه هر دو در جواز اون متفق القولند نکته چهارم این که کلام ما در حسن قبه نفس اون تکلیف است من حیث و هوه و با قطع نظر از امکان یا عدم امکان اجرای اون مثلا جواز یا عدم جواز ایجاب حج بر مکلفی که قبلا مستطی و بعدا فاقد استطاعت شده است و در حال حاضر قادر به اجرای امر نیست یکی از فروع این مسئله است نکته پنجم عزیزان این که ممکن آمر بدون اینکه نظری به اتیان نفس فعل داشته باشه مأمور رو به منظور آزمایش و یا اتمام حجت و امثال اون به اتیان اون فعل ملزم بکنه و در این صورت چون نفس فعل مقصود به ذات نیست لذا فقدان شرایط اون هم مانع از توجیه تکلیف نمیشه ولو اینکه عامر به فقدان اون عالم باشد و چون در جواز این قبیل عوامر هیچ نوع اختلافی بین فریقین نیست لذا از محل نزاع ما هم خارج. چرا؟ چون نزاع ما در اون مواردیه که اتیان فعل مقصود به ذات باشد نه نفس تکلیف پس از بیان این مطالب عزیزان وارد بحث میشیم خلاصه ی استدلال اصحاب ما در منع جواز اینه که الزام مکلف بر عملی که شرط اون منتفیست به منزله تکلیف به ما لایتاق اما از این که اون شرط از شرایط عقلیه محضه باشد یا اینکه که شارع اون رو شرط وجوب قرار داده باشد در مورد فقدان شرایط اقلیه از قبیل رشد و قدرت و امثال اون مطلب واضحه اما در مورد انتفاع شرایط شرعیه مثل عدم بهیر و سفر که صحت سلات و سوم متوقفه بر اونها شده است هم توجیه تکلیف بر مکلف به منزله تکلیف بر محال چرا؟ چون که سلات و سوم در حال حیز و سفر به حکم شارع هم ممنوع هم محکوم به بطلان شده است و به همین جهت اتیان صحیح اونها هم اقلا ممتنع و از عهده مکلف خارج است بنابراین ایجاب صوم و سلات در چنین حالاتی تکلیف به مالای تاغ است و قبیه و غیر مستحسن است اما اهم استدلال مجوزین عزیزان اینه که خدمت شما تقریر میکنم میگن اگر علم به فقدان شرط مانع از توجیه خطاب بشه لازم میاد که تکلیف نسبت به شخصی که تصمیم بر اتیان اون ندارد هرگز متوجه نشود چون که تصمیم و اراده اولین و بلکه اساسی ترین شرط انجام فعله و چون اون شخص فاقد اولین شرط انجام فعله هست لذا نباید طرف اون خطاب قرار بگیره و بر انجام اون فعل مکلف بشود و یا با ترک اون گناهکار محسوب بشود و حال اون که این تصور برخلاف ضرورت دین اگر چنین امری عزیزان جایز نباشه لازم میاد که هیچ کس در هیچ زمانی از ازمنه سلاسه بر مکلف بودن خودش آگاه نشه چه در زمان حال و ماضی و چه در زمان مستقبل اما در زمان حال و ماضی یعنی در حین اشتغال به انجام اون تکلیف و یا پس از پایان رسیدن مراسم اون تکلیف دیگه تکلیفی باقی نمانده است تا مکلف بخواد بر اون وقوف حاصل بکنه اما در زمان مستقبل یعنی قبل از فرا رسیدن وقت ادای تکلیف هم حصول علم ممکن نیست چرا چون هیچ کس نمیتونه وضع آینده خودش رو به طور قطع پیش بینی بکنه و یقین حاصل بکنه که هنگام حلول وقت ادای اون تکلیف همچنان در حال قدرت و تمکن باقی میماند و بر انجام اون مکلف خواهد بود بنابراین اگر علم به فقدان شرط مانع از توجیه تکلیف تلقی بشود هیچ کس بر مکلف بودن خودش یقین حاصل نخواهد کرد تا ملزم به اتیان اون تکلیف بشود و این فرضیه حتی در مورد واجبات موسعه هم جاریه چرا؟ چون هرچند در واجبات موسعه شخص در حین حلول وقت واجد تمام شرایط باشه ظاهرا میتونه بر مکلف بودن خودش علم حاصل بکنه ولی چون اوقات متسعه در واقع از آنات و دقایق بیشماری تشکیل شده اند لذا مکلف مادامی که تکلیف خودش رو در ضمن یکی از آنات به نیاره نسبت به بقا یا زوال قدرت خودش در آنات بعدیه همون تردیدی رو خواهد داشت که در واجبات فوریه داشته است ولی عزیزان این استدلال هم صحیح نیست چرا؟ چون در توجیه تکلیف بر مکلف علم جازم و اعتقاد راسخ او بر وقوع تکلیف لازم نیست و بلکه گمان مقرون به علم و یا زن معلوم الحجیه هم در این مورد کافی مثلا اگر شخصی در حلول وقت فریزه دارای مزاج قوی و بدن سالمی باشه زن قوی پیدا میکنه بر اینکه اون قوت و اون سلامتی تا پایان وقت در او باقی خواهد ماند و همین زن برای حصول علم بر مکلف بودن کافیه چرا چون که اگر چنین زنی حجت نباشد اساس احکام متزلزل و نظام اجتماع مختل میشه چرا؟ چون اصول ادیان و شرایع و پایه های معیشت بنی آدم بر اساس همین زنون بنا شده است بنابراین این زنون در حد خودشون معتبر هستند. اما نکته سوم عزیزان این که در قضیه زپ حضرت اسماعیل علا نبی و آلهی و علیه السلام با اینکه که عالم بودند بر اینکه وجوب حکم زب در حین مبادرت به عمل زب نسخ و شرایط انجام اون منتفی خواهد شد ذالک حکم زبه اسماعیل رو بر حضرت ابراهیم علا نبی و آله و علیه السلام متوجه و ایشون رو بر زبه اسماعیل معمور فرمودن پس علم به انتفاع شرط مانع از توجیه تکلیف نیست و الا چنین تکلیفی هرگز بر ابراهیم خلیل الرحمن علی نبی و آلی و علیه السلام متوجه نمیشد تا اون بزرگوار به اجرای اون مسمم شوند و به تدارک مقدمات اون مبادرت کنند ولی تمسک به این قضیه و استناد بر اون مستلزم خروج از مورد نزاع ماست چرا؟ چون که محل نزاع ما محدود به موردیه که منظور آمر و مقصود به ذات او اتیان نفس فعل باش و حال این که در این قضیه بر گفته عموم مفسرین منظور باری تعالی از توجیه این امر و این حکم بر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبی نا و آلهی و علیه السلام هرگز اتیان عمل و قطع اوداج حضرت اسماعیل علی نبینا و آلهی و علیه السلام نبوده تا علم به لحوق نسخ و انتفاع شر مانع از اون بشود بلکه مقصود صرفا امتحان و ابتلاع حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علا نبینا و آلهی و علیه السلام بوده و یا اینکه پروردگار منان جلت اسماء و عظمت آلاء میخواستن به این وسیله میزان خلوص و درجه ایمان و فداکاری اون پیامبر از این مشن رو بر دیگران ثابت بکنن و به هر حال چون مقصود به ذات در این مورد نفس توجیه تکلیف است نه اتیان فعل معمورون به لذا از موضوع مبحث ما خارج است